در برنامه های دیگه از مطالب دیگرشون استفاده بکنیم. و اما بینندگان عزیز، قبل از اینکه ارتباطمون رو برقرار بکنیم، خواستم عرض کنم خدمتون که در کشور ما همونطور که میدونید گروهی تسلط پیدا کردن بر زندگی مردم، بر اختیاراتی که به هر حال قابلش نیستن. اینها دارن شلتاق میکنن و هر روز هر روز به هر گوشه‌ای که شما نگاه میکنید میبینید که اینا اون حرکت تخریبی خودشون رو انجام دادن و دارن میدن و تمومی هم نداره. شما افرادی رو میبینید که صلاحیت اینی که رئیس یک دایره در یک اداره بشن صلاحیت اونم ندارن، به دلیل که اطلاعات کافی ندارن، به دلیل اینکه متحجرن، فکرشون بسته است، آخوند مرده خورن. اینها اومدن پست‌های کلیدی مملکت گرفتن و هر کار دلشون بخواد میکنن، روی گنج هم نشستن، از نفت و گاز و نمیدونم همینطوری پولهایی که وارد اون مملکت میشه افتادن سرش و تقسیمات به هر حال منصفانه و غیر منصفانه میکنن که اگه یه جایی خود سر تقسیم با هم اختلاف پیدا کنن میبینین همدیگر رسوا میکنن، نمیدونم حسر خانگی پیش میاد، اون یکی رو بد محلی بهش میکنن. از اونایی هم که با خودشون باشن پست و مقام، اونایی که براشون تیر خلاص میزنن، نمیدونم در بخور بخورا باشون شریک بودن، همینطوری الان مثل حزب کمونیست شوروی که تمام شده بودن بوی الرحمان گرفته بودن همگی، ولی ویلکون نبودن، هی این پست رو میدادن به این، امروز تمام میشد اینو میذاشتن یه جا دیگه، یکی دیگر رو میذاشتن از اون پست به این پست، از این پست همینطوری میچرخوندن پستای اینا، هم الان همونجوری شدن. و متاسفانه اون دسته از کسانی که رفتند و رقصیدند و شادی کردند، که البته این یه واکنش روانی بود به دلیل اینکه تحت فشار بودند، به دلیل اینکه خب احمدی نژاد انقدر خرابکاری کرده بود که خب اینا دنبال یه موقعیت میگشتن که یه خورده خودشونو خالی کنن اون سال 88 رو که میدونستن رژیم جلوشون رو گرفت و نذاش موفق بشه. اینا میخواستن بگن ما موفق شدیم، روانا یه ریاکشنی نشون، یه عکس العملی نشون دادن، اما واقعیت اینطور که رفتیم جلو اون نبوده و غیر از اون بوده. و امروز به حرف بنده و امثال بنده رسیدن اون دوستان که اینها سر و ته یک کرباسن، ممکنه اسمشون عوض بشه، ممکنه یکشون با لبخند باشه، یکشون با اخم باشه، اما سر و ته یک کرباسن. و کسانی که حضور تو عرضه بدارم در به اصطلاح مسیر کارهای اینا قرار میگیرن میدونن که آقا اون سیاست اصلیشون به جای خودش هست و هیچ کسم قدرت اینو نداره که اونو عوض بکنه. منتها میان با جملات مختلف در برهه های مختلف تصمیم میگیرن حالا یه خورده لبخند بزنیم به مردم، حالا یه خورده حضور تو عرض کنم که انتقاد بکنیم ظاهرن، حالا 8 زندانی رو آزاد بکنیم که افکار عمومی جهان رو تحت شعاع قرار بدیم و بگن اینا چه پسرهای خوبی شدن و از این حرفا، ولی نه دیگه بیایم یاد بگیریم گول این آخوند و نخ این آخوندا رو، من این آخوند رو کلن دارم بگم، نخوریم و یه مقداری فکر آتیه و آینده زندگیمون باشیم. من تصور میکنم میهمان عزیزمون روی خط هستن و به هر حال الان اونجا بعد از ساعت 11 شب هست در پاریس و ایشون به بنده منت گذاشتن و دعوت من رو پذیرفتن و موافقت کردن که چند دقیقه در خدمتشون باشیم و گفتگوی بود. همونطور که عرض کردم ایشون آخرین شغلشون وزیر اطلاعات کابینه دکتر شاپور بختیار بوده، ولی قبل از اون بعد از دوران تحصیل که خب در شهرستان خوی بودند و تا دوره دبیرستان، بعد
مداره که خودشون رو از در رشته اقتصاد و حقوق از انگلستان گرفتن، استاد دانشگاه بودن در مملکتمون، نویسنده پرکاری بودن که واقعا آدم حیرت میکنه وقتی که میبینه 26 داستان بلند، 2 اپرا، 6 نمایشنامه، نزدیک به 100 داستان کوتاه و 1000 نمایشنامه برای رادیو. واقعا آدم حسادت میکنه که اشخاص پیدا میشن اینقدر توانایی دارن و متاسفانه مملکت خودمون نباید از توانایی های این اشخاص بهره ببرن. درود بر شما جناب دکتر آموزگار. جناب خیلیت باشین، حرفایی که میزدید راجع به من بود؟ نه خیلی قربان ببخشید، من فکر نمی کردم شما شنیدید قربان. درود بر شما. حالا که روزایی که میخواید اینجور من تعریف کنید لطفا به من زودتر بگید که من به دوستانم بگم گوش کنم. خواهش میکنم قربان، اصلا نیازی نیست که شما به دوستانتون بگی، دوستانتون قبل از من میدونن همه اینا رو جناب دکتر. بله واقعا باعث افتخار ما هستی. خواهش میکنم. به هر حال من دیگه همین نیست من. بله بله من چاره‌ای نیست. بله سپاسگزارتونم که اجازه دادید استراحتتون رو بنده خدشه‌دار بکنم و در این برنامه. جناب دکتر من قبل از اینکه ارتباط برقرار بشه برای بیننده هامون گفتم این سوالاتی که از شما دارم طبیعتاً در این دقایق نمی گنجه، ممکنه یه خورده گفتگویی بکنیم و زمان به ما اجازه نده ادامه بدیم. ازتون همین اول کار میخوام قول بگیرم که به من این فرصت رو بدید که دفعات دیگری هم داشته باشیم، منتها به فاصله نزدیکتر، نه مثل گذشته که چند ماه طول بکشه، که شما رو ما داشته باشیم در برنامه و از دانستنی های شما ما بهره ببریم. والا برحال من در اختیار شما که هستم. خواهش میکنم قربونتون برم. فکر سن سال بنده و تفاوت ساعت لس آنجلس و بله قربان بله باشید. شما الان قشنگ نهارتون رو خورده اید و چرت بعد از ظهرتون هم زده اید و باور کنید نخوردم. برنامه رو انجام بفرمایید. بنده تازه بایستی بعد از اینکه صحبتم با شما تمام شد بله بروم و بخوابم. برای اطلاعتون عرض میکنم بنده صبحانه تا الان فقط یه قهوه خوردم و هیچی نخوردم. حالا گفتم که اگر فرصتی بشه بعدش بنده یک تصمیمی بگیرم برای خودم. حالا من فکر نمیکنم که در ساعت 2 بشه من صبحانه خورد باشم، نهار بخورید یا حتی اگر یه خورده سب بفرمایید شام بخورید. شام مغروم به صرفه. تمام کسانی که به فکر خطوط بدن خودشون هستن و سعی میکنن زیاد چاق نشن، بله دلبری بکنن، خانم هاداشون خوششون بیاد، مثل شما هستن. خواهش میکنم خدا از دهنتون بشنوه. ما که دیگه سن سالمون گذشته برای این کارها خواهشی پیشمون بیاد میخوریم و بله به هر حال خوشبختانه میدونن مردم جناب دکتر قضاوت میکنن، ما هم اعتراضی نداریم به فرمایشات شما. جناب دکتر من میخواستم از این فرصت استفاده کنم اصولا راجع به سانسور یه گفتگویی، چون در این مورد کمتر بحث شده، در مورد سانسور میخواستم سوال مطرح بکنم و ببینم آیا می شود که سانسور به کلی حذف بشه یا در بعضی مواقع لازمه و اصولا اگر که زیاده روی بشه چه مضراتی برای جامعه داره؟ شبت خدمتتون که من بارها این موضوع رو گفتم هم در ایران هم در خارج، من با سانسور مخالف نیستم. بله بله من معتقدم که سانسور برای جامعه ضروریست. بله شما خودتون فکر کنید که خود شما بله. چقدر مطلب درباره دوستان خودتون میتونید بله. که حاضر نیستید به کسی دیگری بگید. درست. به نزدیکترین اشخاصی که در اطراف شما هستن چه چیزهایی درباره اونها میدونید که مریض هستن، چه ناراحتی دارن بله. ولی هیچ وقت خودشون نمیگید. درست. جامعه هم یک خانواده بزرگی با همین حالت ها. اون سانسوری وقت هست و بعد باهاش مخالفم و همه باهاش مخالفن، این هستش که سانسور در خدمت
یک ایدئولوژی در خدمت یک انسان، در خدمت یک آدم، در خدمت یک مقام باشه. یعنی شما سانسور رو به جامعه تحمیل میکنید برای اینکه از یک آدم خاصی دفاع کنید یا از یک تفکر خاصی دفاع کنید. خب طبیعی است که این درست نیست. شما ذهن یک انسان رو از باروری باز می‌دارید فقط برای اینکه از یه نفر دیگه دفاع کنید. درست. وگرنه در جامعه، به هر حال در هر جامعه، حتی هر قدر هم پیشرفته باشد، هر قدر هم درش باز باشد برای هر نوع کار تازه، مسائلی هستش که تابوی این جامعه هست. بله. و اونها رو نمی‌شه دید. درست. یک وقتی در داخل ایران این صحبت بود که آیا مثلا وقتی که وبا در مملکت شروع پیدا میکند این رو بایستی گفت یا بایستی سانسور کرد؟ بنده به نظرم میرسد که دولت وظیفش این استش که تمام امکانات خودش رو به کار ببره برای اینکه دوا و درمان بیمارهای وبایی رو تهیه بکند، تمام قدرتش رو به کار ببره که جلوی رشد اون رو بگیره، ولی هیچ لزومی ندارد که مرتب با تکرار کردن مثلا تعداد تلفات از این بیماری در فلان نقطه یا فلان نقطه باعث نگرانی عام بشه. مردمی که دسترسی ندارن به هر حال در تهران زندگی میکنن و میشنون که مثلا در زاهدان وبا آمده است، ناراحت بشن و گرفتار بشن. این اگر که شما نمیخواهید که این مسئله روشن بشود، قصد آزار مردم رو ندارید. درست. به هیچ وجه هم نمیخواهید که اونها رو از دانستن باز بدارید. بله. ولی الان وقتی که دولت خودش رو موظف میتونه و تمام کارها رو انجام میدهد، دلیلی ندارد که تمام اطلاعات در این مورد به خصوص به افراد مختلف گفته بشه. درسته. البته یک مقدار ژست های دموکراتیک وجود داره که نه خیر ما باید بدونیم، نه خیر نه ما نباید بدونیم. نه. شما همونطور که دکترتون وقتی به شما میگه که فلان غذا و فلان غذا رو نباید بخورید گوش میکنید. دلست. در حالی که این غذا فقط مثلا 24 ساعت مهمان وجود شماست. نه. اما یک مطلب که به نادرستی در ذهن شما جا میگیره برای تمام عمر شما را آزار میده. درست. بنابراین اون موقعی که من قرار بود که مسئولیتی داشته باشم، من دنبال این بودم که یک کمیسیون خاصی وجود داشته باشد که بدون اینکه حب و بغضی در میان باشد، بدون اینکه بخواد از یک آدم خاصی یا یک تفکر خاصی دفاع بکند، مساله کلی جامعه رو در نظر بگیرد و بگوید که فلان خبر رو فعلا نمیشه داد، فلان خبر رو برای مدتی نبایست داد، فلان خبری رو اصلا نبایست در اختیار داشت و این رو به طور علمی مورد بررسی قرار بده. درسته. اون موقع من خب دلم میخواست که چند تا دونه جامعه شناس و چند تا روان شناس، حتی پزشک و از اینها در یک کمیسیونی باشن که موضوعها رو دقیقا مورد نظر قرار بدن. بله. در کل وقتی که ما از سانسور بد میگیم و همیشه هم این کار رو کرده ایم، وقتی است که متوجه شده ایم که این سانسور نه به خاطر جامعه بلکه به خاطر یک شخص خاصی است، به خاطر دفاع از نفره. خب این نوع سانسور البته مورد نظر بنده نیست، مورد نظر هیچ روزنامه‌نویسی دیگری هم نیست، ولی یک سانسور علمی به نظر بنده کاملا ضروری است. پس نتیجه کلی جواب دکتر این میشه که میتونه دو بخش باشه که ما راجع به صحبت، یه بخشی مربوط به که کتاب و نوشته ها و نشریات و این قضایاست که شما اگر من اشتباه نکنم مخالفید با سانسور، یه بخشش مسائلی هست که به صلاح هست مطرح نشه. خب طبیعی است، ولی این که به صلاح هست مطرح نشود مسئله نیستش که مربوط به من باشد. نه. یا وزیر اطلاعات باشد یا مدیر تلویزیون باشد یا مدیر روزنامه باشد. نه. بلکه باعث یک گروهی که مساله کلی جامعه رو در نظر میگیرند، باید اونها در نظر بگیرن این خبر رو آیا فعلا باید داد یا نباید داد. درست. بعد از یه مدتی وقتی که حسن نیت این گروه قبول شد، در اون صورت بعدا ملاحظه میکنید که مردم هم بهش احترام قائل. دقیقا. بهتون من بگم در تمام دنیا حتی دموکرات ترین ممالک،
در مثل انگلستان، چون من در اونجا زندگی کردم، بله. یا در فرانسه که الان دارم زندگی میکنم، در اینجا هم سانسور هست. بله. من تا سانسور بی صدا، اولا در ثانی با یک نظر نظر بلند به جامعه نگاه میکنن که آیا صلاح هست برای جامعه که این خبر گفته بشه یا نه. بله. نه اینکه آیا این صلاح هستش که گفته بشود، وگرنه آقای اولاند رئیس جمهور یا آقای کامرون وزیر نخست وزیر انگلستان ازش ضرر میبینه. اون مسئله عمده نیست. در یک کشور دموکراتیک مسائل باید مطرح بشه. درست. اما در مورد مسائلی که آسیبی نمیرسونه، خب چرا باید این کار رو کرد؟ درست. مثلا فکر کنید، من خودم رو میگم، من مثلا یه دوست بسیار نزدیک دارم که خبردار میشم که این آدم مثلا سرطان داره. بله. خب طبیعی است که من این حرف رو به اون دوستم نمیگم. بله. این دوست که از دانستن این خبر محروم میمونه، به دلیل این هستش که من به اون علاقه دارم و معتقدم که خب بالاخره پزشکی هست، این پزشک مراجعه کرده، تمام اون چی که پزشک لازم میدونه در حقش انجام خواهد داد. بله. ولی الان دانستن این موضوع جز اینکه عمر او رو کوتاه‌تر بکنه و تو هم با اضطراب و بیقراری، هیچ فایده دیگری نداره. درست. من نمیگم. درست. خود شما هم نمیگید. بله. هیچ کس نمیگه. درست. منتها البته فرده ها مختلفه. مثلا در ایران هم سانسور هست البته. ولی سانسوری که در ایران هست یه نوع دیگریست. بله. سانسور برای این هستش که حکومت ناموجهی رو موجه جلوه بده. بله. این غیر از این مسئله است. بله. ولی خب مثلا در بلافاصله هم در ایران اگر یک کسی مطلبی گفته باشد که از نظر سانسور خیلی درست نیست، چیکار میکنید؟ شما صداش میکنید، میندازیدش زندان و بسیار هم آزارش میدید. بله. در کشورهای پیشرفته اینطور نیست. در کشورهای پیشرفته طوری کسانی رو که مسئول کارهای وسایل ارتباط جمعی هستن تربیت میکنن که خودشون به یک نوع خودسانسوری درگیر بشن. بله. البته معذالک خب به هر حال در مملکت یک عده مساله بسیار بسیار عمیق وجود داره که باعث اون اسرار رو حفظ کرد. بله. اسرار نظامی از همین نوعه، اسراری که باعث اضطراب عمومی میشه و در همین نوع است. بله. از مثلا چجور بگم، مثلا یک جنایتکاری اگر وارد یک ماجرای شده است، شما این رو اعلام میکنید، جز این که مردم رو چهار وحشت و اضطراب بکنید که آسانی نداره. بله. مگر اینکه اون جنایتکار نوعی باشد که میخواد وارد یه خونه بشه، خب طبیعی است که ما اطلاع میدیم که مردم در رو باز نکنید. ولی وقتی که این خطری نیست، گفتن این خبر جز این که مردم رو نگران و ناراحت بکند و از کار عادی باز بدارد، هیچ نتیجه ای نداره. بله جناب دکتر. البته تشخیص این که تا کجا باید سانسور کرد، همونطور که بهتون گفتم، تعلق دارد تصمیم گیریش به یک کمیته‌ای. بله. بسیار بی نظر، مجرب، تحصیل کرده، تحصیل‌های اجتماعی کرده. بله. یه مسئولیتی از نظر جامعه شناسی داشته، یک مسئولیتی از نظر روان شناسی داشته و مجموعه اطلاعات و دانش خودش رو به خدمت میگیره برای اینکه به مردم خدمت بکنند. بله. نه اینکه به یک شخص خاصی خدمت بکنند و یا طرز تفکر خاصی است که بکنند. این نتیجه سپاسگزارتونم. من بر ممنونتونم. من الان مثلا یه موردی پیش اومد، اینو سانسور کردم، فکر میکنم کار خوبی کردم. اینجا یه زلزله خفیفی اومد، من هیچی نگفتم، من نشستم تماشا کردم که ببینم قوی تر میشه یا نه، خوشبختانه رد شد. به هر حال اینو از اونایی است که آدم نباید بگه، مثلا ممکنه این درست همون مثالی بود که من میخوام بزنم. البته اگر که یک دانشمند زلزله شناس به شما بگه که آقا این یک لرزش اولیه بود ولی بعداً دوباره خواهد داشت، خب طبیعیه که شما خودتون مسئول میدونید که به مردم بگید که آقا یه زلزله قوی تری قرار هست بیاد، خودتون رو به جای امن برسونید. وگرنه اگر که یک چنین چیزی نیست، شما با اعلام این خبر به مردم جز اینکه اونها رو دچار وحشت بکنید،
که هیچ حاصل و نتیجه ندارد خب ندارید. بله اینا تشخیصش با من و شما نیست، باید یک گروهی که مجربن از این نظر همونطور که فرمودید مردم رو میشناسن، درجه حساسیت انسان رو تشخیص میدن، از طرف اونها باید تعیین بشه که تا کجا میشه رفت تا کجا نباید رفت. بله همونطور که فرمودید جناب دکتر، اون هیئت هم بایستی اعتماد مردم رو به دست بیارن که اگر چیزی رو هم گفتن نه یا گفتن آره دیگه مردم خیالشون راحت بشه. حالا از این مسائل گذشته، خوشبختانه شما انقدر تسلط دارید، انقدر تخصص دارید که من خیالم راحته در یه مسیر مشخصی خودم رو کنترل نمی کنم که حتما تو اون مسیر سوالاتم مطرح کنم. گفتید حکومتی که الان وجود داره به دلیل اینکه حفظش بکنن، خب سانسور در خدمتشون هست و شاید خیلی مسائل رو برعکس هم جلوه بدن. در این چند روز گذشته جناب دکتر آموزگار، خیلی از دوستان صاحب نظر حرفای زدن راجع به این توافق نامه و هر کدومشون هم من شنیدم، خب نظرشون طوری بوده که جالب و شنیدنی، اما نتیجهش رو من دیدم خط موازی هم حتی نیست، یه خطایی که هی از هم فاصله میگیره اگر بخوام دنبال بکنیم. میخواستم ببینم نظر شما در این زمینه چی هست و شما چه برداشتی کردید از این توافق نامه و آینده چه خواهد شد؟ این توافقنامه به نظر من نشون دهنده وحشت و اضطرابی است که دنیا درباره کارهای اتمی ایران داشته است. به حق، برای اینکه خب مدت‌های مدید فعالیت‌های اتمی خودش رو از مردم پنهان کرده. هر بار که یک موضوعی پیش آمده است، جامعه ایرانی و حکومت ایرانی اون رو محرمانه تلقی کرده تا وقتی که دلایل کافی به دست مردم و به دست وسایل ارتباط جمعی در دنیا حاصل بشه که تا اینکه مردم بدونن که این بله درست است و یک همچین موضوعی وجود داره. بنابراین عدم اعتماد دنیا نسبت به کارهای اتمی ایران یک امر کاملا طبیعی است. اون چه که میتوند به عنوان ساختن بمب اتمی مورد لحاظ قرار بگیرد سه نوعه. یکی از طریق غنی کردن اورانیوم هست که تا 5% خطری ندارد، بعد وقتی که به 20 برسد، بعد از 20 با 3 اتاپ می شود که رسید به درجه غلظت 90 و 95 که از اون می شود بمب اتمی ساخت. نوع دیگرش عبارت از این است اصولا انباشت اورانیوم ایجاد بکنن با همون مقدار 5 که در حالی که اصلا به درد هیچ کاری نمی خورد و نشون دهنده این استش که در یک حرکت واقعا در مدتی بسیار کمتر از یک ماه می شود اونها رو تبدیل کرد به یک اورانیوم غنی شده ای که به درد اتمی بخورد. سومیش عبارت است از این که بخصوص در عراق داره انجام می شود که با برای تهیه آب سنگی اون باقی مونده سوختش پلوتونیوم هست که از اون هم می شود بمب اتم رو ساخت. هر سه این مورد رو با این توافقنامه جلوش رو گرفتند، یعنی مجبورش کردن که تمام ایران تمام اورانیوم هایی که تا 20% غنی شده است اونها رو بایستی اکسیده بکنه و از بین ببره به طوری که دیگه به درد چیز نخورد. در مورد انباشتش خب دارن جلوشو میگیرن که از یک مقداری بیشتر حق اصولا غنی کردن نداشته باشد، بخصوص که به درد ایران اصولا غنی کردنه اورانیوم نمیخوره. بله. برای اینکه ایران یک نیروگاه بیشتر ندارد که این نیروگاه هم هنوز به کار نیفتاده است و اگر تازه بیفتد بر اساس قراردادی که بین ایران و روسیه هست تا
15 سال سوخت مورد نیاز اون رو خود دولت روسیه تامین خواهد کرد و باقی ماندهش هم پس خواهد گرفت. بنابراین الان به هیچ عنوان ایران احتیاجی به اورانیوم غنی کرده حتی تا به 5%، حتی به 3.5% نداره. بنابراین هم از انباشتش جلوگیری میکنند، هم از اینکه 20% غنی شده رو نگه بدارن و هم جلوی فعالیت آب سنگین عراق هم گرفتن که پلاتونیوم هم تهیه نکند. بنابراین دیگه الان خطری از نظر تأمین بمب اتمی ظاهرا وجود نداره. ظاهرا به این دلیل میگم که بارها و بارها نشون داده از دولت ایران که اون چه که میگوید واقعیت نداره، خوابن نیست بشه. بله، یعنی باور کردنی نیست. یعنی هر بار یک چیزی گفته است و بعد معلوم شده است که اون اتفاق نیفتاده. مثلا الان در حدود 6 ماه هستش که بازرس‌های آژانس سعی دارن که بروند و منطقه پارچین رو ببینن که معتقدن در اونجا آثاری از اورانیوم بسیار غنی شده دیده شده است. ولی خب دولت ایران اجازه نمیده. بهانه‌ای که ایران میارد این استش که میگوید که در پارچین ما اقدامات غیر اتمی ولی نظامی داریم که نمیخواییم دشمن ها بدانند. حالا این تا چقدر درست است یا درست نیست اون دیگه مربوط است به نظر مردم، ولی به هر حال الان علم به حدی پیشرفت کرده است که برای کشورهای خارجی با تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای که دارن تشخیص موضوع خیلی زیاد دشوار نیست. و اینی که مثلا بازرس‌های آژانس اینقدر اصرار دارن که برمن و پارچین رو ببینن دلیل است که یک آثاری دیدن که با تکنولوژی خودشون اونها رو راهنمایی کرده است که در اونجا فعالیت های مشکوکی انجام می شود. خب این را هم جلوش رو گرفتن با اینکه بازرسی های سرزده و حتی نصب تلویزیون های مدار بسته ای که 24 ساعت کار میکنه سعی میکنه این موضوع رو بگیرن. تمام این کارها نشون دهنده اضطراب و وحشتی است که در کل جامعه وجود دارد نسبت به فعالیت های اتمی ایران که واقعیت رو دربارش نمی. به هر حال این اون چیزی است که بایستی گفتش که در هر حال در ایران جاری هست و چون جاری هست مردم رو میآزاره و به همین دلیل هم مردم سعی میکنن که هر طور شده است در دنیا یک وسایلی پیدا کنن برای اینکه جلوی این موضوع رو بگیرن. اما میدونید که ایرونی اصولا با دلش زندگی میکنه و با شعر و زیبایی. به همین دلیل در همین روزها که ماجرای اتم و غنی کردن و اینها سر زبون ها بود یک رباعی بسیار زیبا از ایران برای من فرستادن که با لطافت خاصی این موضوع اتم و غنی کردن و اینها رو بیان میکنه که دلم میخواد برای شما بخونم. خواهش میکنم. کم با دل دیوانه من بازی کن، کم عشوه‌گری و ناز و طنازی کن. تحریم مرا ز قنچه هسته لبهایت بردار و به بوسه‌ای غنی سازی کن. خیلی لطیف، قشنگ، مطبوع. واقعا نشون دهنده اون ذوق خاص ایرونی است که با هر چیزی با شعر و لطافت روبرو میشه و برداشت های خودش رو داره. من خیلی از این روایی لذت بله بسیار زیبا برای همه دوستانم هم فرستاده محبت کردین. منم دارم شما پشت حتما بسیارم عالی. ولی جناب دکتر اگر که بالاخره به بمب اتم نرسیدن اینا با این غنی سازی ها و این همه مخارج به جام زهر رسیدن، مثل اینکه دیگه
اینم البته این اصطلاحی بود که خود آقای خمینی به سر زبون ها انداخت و بنابراین اگر کسی مورد سرزنش قرار بگیرد باید خود آقای خمینی باشد. دقیقا. ولی به هر حال میدونید ما یه وقتی بود که در دوران رژیم گذشته تمام کشورهای بزرگ دنیا به ما نه تنها اجازه میدادن که هر کاری در منطقه اتمی و نوکلیر انجام بدهیم، بلکه حتی کمک میکردن، پیشنهادهای دائم، برای اینکه به رژیم اطمینان داشتن. بله. و میدونستن که اگر رژیم میگوید که من این کار رو نمیخوام بکنم واقعا نمیکنه. بله. الان یک چنین اعتمادی نسبت به ایران وجود نداره. درسته. و متاسفم من بابت این موضوع. بله. برای اینکه خب ایرونی یه وقتی خب خیلی 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 مورد توجه بود. من خودم یادم میاد که در انگلستان که بودم یکی از استادام به خود من گفتش که ما ایرونی ها رو هیچ وقت با سایر ملت های اون منطقه اشتباه نمیگیریم و در اون حد نمیدونیم. ایرونی ها ملت بسیار بزرگی هستن، ملت قابل اعتمادی هستن، ملتی هستن که معلوم هستش که دلشون میخواد در یک خانواده بزرگ جهانی زندگی کنن. الان دیگه اینطوری نیست. من معتقدم که هیچ کس در هیچ کجای دنیا اون اعتمادی رو که اون زمان نسبت به ایران و مردم ایران داشتن الان ندارن. درسته. همین امروز دیدم که دولت اسرائیل اعلام کرده است که خب در این حالی که یک مقدار جلوی فعالیت های اتمی ایران رو برای ساختن بمب اتمی گرفتن، بایستی جلوی تولید موشک های دور پروازش هم بگیرن. خب اینم از کجا میاد؟ اینم از یه نوع وحشتیست که بله. نسبت به تکنولوژی همین اتمی دارن. درسته. میدونید حتی اورانیومی که فقط 5% تقلیص شده و قلیص شده و غنی شده است هم خطرناکه. یعنی اگر که دائما شما این رو در معرض مردم قرار بدید خب دچار خطر میکنه. ما هممون میدونیم که خانم مادام کوری که اولین کسی بود که رادیو رو کشف کرد و چون به خطرهاش آگاه نبود یه مقدار خیلی زیادی خیلی کمی از اون رو داخل یک پوشش طلا به صورت گردنبند از گردنش آویزان کرده بود و همین موضوع باعث شد که زخم بسیار عمیق روی سینش ایجاد شد و کشت این خانم رو. بله. بنابراین مواد رادیواکتیو حتی به مقدار کم خطرناک هستن. درسته. هنوز مثلا این وحشت وجود دارد که واقعا که مثلا با کمک موشک های دور پرواز خودشون 1 کیلو قنیز شده 50% رم بفرستن به یک مملکت. بله. دیگه یه مدت اگر در معرض باشد و هیچ نوع پوششی هم از سرب و نظایری اون نداشته باشد مردم اون منطقه رو بیمار میکنه. درست. خب اینا برای چیه؟ این واقعا یه حدی هم دردناک است. بله. که ما به اون حدی از چی میگن بدنامی در کل دنیا رسیدیم که مردم هیچ نوع به ما اعتماد ندارن. حتی کشورهایی که تا قبل از برپایی جمهوری اسلامی ما رو با دیگر کشورها اصلا مقایسه نمی کردن، نهایت اعتماد رو به ما داشتن، حرفی رو که می زدیم می پذیرفتن، قول بزرگان مملکت ما و سران مملکت ما براشون کافی بود تا در یک مورد خاصی اطمینان داشته باشن. الان دیگه متاسفانه اینطوری نیست و خب چون اینطوری نیست هیچ کاریش هم نمیشه کرد. درسته. جناب دکتر من دردناکم. من تشکر میکنم. با توجه به اینکه فرصت نداریم یه سوال دیگر رو مطرح میکنم از حضورتون و اون چون شما در اقتصاد هم تخصص دارید میخواستم ببینم نظرتون در مورد آقای خمینی که اون جمله رو راجع به مسائل اقتصادی گفتن اون رو بفرمایید و ببینیم که آیا همون اظهار نظر درست بود یا اینه که شما نظر دیگه ای دارید. لابد من
منظورتون جمله این است که اقتصاد مال خر هست دیگه، منظورتون همونه؟ بله بله. هر چقدر که اولا من این جمله رو بین به طور دقیق هیچ وقت بین گفته ها یا نوشته های آقای خمینی ندیدم. بله. و تردید دارم درباره این که آقای خمینی کمچین چیزی گفته باشد. بله. ولی این نکته رو بهتون بگم که معمولا آدم چیزی رو که ازش سر در نیارد معمولا انکار میکنه. درست. جمهوری اسلامی بخصوص وقتی که آغاز به کار کرد و با وعده های بر سر کار اومد که از نظر اقتصادی اصلا عملی نبود. اینکه شما مثلا اتوبوس رانی و برق و آب و همه اینها رو مجانی بکنید برای یک مملکت 70 میلیون اصلا امکانش وجود نداره. شما همین الان خب کمبود آب دارید در مملکت، شما که نمیتونید وقتی که کمبود آب دارید مجانن آب رو در اختیار تمام مردم قرار بدید که هر قدر دلشون میخواد مصرف کنه. اینها که این حرف ها رو زدن به این قول ها رو دادن خب وارد نبودن به کار، اطلاع نداشتن و تمام این وعده ها از جهل ناشی بود. وقتی آمدن سر کار و دیدن که خب نه نمیشه این کار رو کرد، نمیشه برق رو مجانی کرد، نمیشه آب رو مجانی کرد، نمیشه رفت آمد رو مجانی کرد، حتی مثلا در کشوری مثل عربستان که جمعیتش خیلی کمتر از ایران هست و ثروتش به مراتب بیشتر، حتی اونجا هم قادر نیستن این کار رو بکنن که آب و یا برق رو یا نظایر اینها یا رفت آمد رو اینها رو مجانی قرار بدن. در اونجا البته تنها چیزی که من وقتی رفته بودم و دیدم تنها موردی که مجانی بود بهداشت بود، یعنی واقعا جامعه تمام مسائل بهداشتی مردم رو تحت نظر داشت و مجانن تمام امکانات رو قرار میداد. حتی مثلا این موضوع در فرانسه هم جاریست، شنیدم در آمریکا هم با یک سیستم مدیکر این کار رو انجام میدن. اینا عملی هست در این کشورهای ثروتمند. در ایران این کار اصلا وجود نداشت. کمی اطلاع آقای خمینی از علم جدید در حدی بود که اون میگفتش که ما طلبه ها رو میفرستیم 6 ماه دوره ببینن و بعد میان جای این پزشکا کار میکنن، پزشکا هر جهنم دری که میخوان برن. خب این نمیدونست که الان برای اینکه شما تخصصی بگیرید در حدی که به درد جامعتون برسید بعد از تحصیلات پزشکی تازه باید 10 سالی هم کار بکنید تا اینکه به یک چنین تخصصی برسید، یه فوق تخصص داشته باشید. خب در این حد بود. وقتی که برخورد کردن با این عجیب غریب اوضاعی که در ایران بود و کمبود اطلاع خودشون، مثل هر حادثه دیگری چاره‌ای نداشتن جز اینکه انکار بکنن. ولی این موضوع اصلا موضوع تازه نیست، همین الانش هم همینطوره. شما فکر کنید من همین الانش که من دارم با شما صحبت میکنم بین دوستان خودم که همین رشته تحصیل اقلن 5 نفر رو از نزدیک میشناسم که میتونن بانک مرکزی ایران رو اداره کنن. ولی جامعه نمیخواد، یعنی منظورم از جامعه البته حکومت هست، نه خود جامعه، مردم میخواد. یا نظایر اینها، الان خب پزشکان بسیار درجه یک در ایران هستن ولی پزشکی و معالجه مردم در یک حد بسیار سطح ابتدایی است. البته آخوندها و پولدارها امکانات وسیع دارن و پزشکان بسیار خوب وجود دارن، ولی خب در از اون طرف آدم های معمولی شما میبینید که با یک بیماری های ساده میمیرن. درسته. این چجوری نشون میده؟ نشون میده که جامعه آمادگی ندارد برای اینکه با تمام مشکلات خودش روبرو بشه و براشون راه حل پیدا کنه. به هر حال سپاسگزارم. وقتی اینها رو کردن خب طبیعی است که بقیه مسائل هم سپاسگزارتونم. امیدوارم که منو ببخشید مزاحمتون شدم، اما این قول رو ازتون گرفتم که در آینده هم باز در این برنامه گفت. گاهی ها گاهی. بله بله، نه هر روز نه.
بسیار سپاسگزارتونم جناب دکتر. دیپلماتیک برنامه‌دار محمد بخیر، خواهش می‌کنم. بر تقدیر پاینده باشید. بله حتما. میدونم که مردم یادم میاد که وقتی در ایران بودیم، من دخترم 3 سال 4 سالش بود و چقدر از برنامه های شما خوشش بود. محبت داریم، سلام برسونید از قول من. الان دیگه خب یه سن بزرگی شده، به هر حال پاینده باشید. با همون توانایی ها و با همون استعدادها کماکان تشکر از محبتتون. خوشا به حالتون. قربونتون برم. خوشا به حالمون که شماها رو داریم جناب دکتر. قربونتون. به هر حال شب بخیر میگم در پاریس خدمتتون. ممنونم. به امید گفتگوی دیگری که در آینده، حالا زمانی که شما موافقت کنید. مرحمتتون زیاد. خب قربونتون. تمنا میکنم. ممنون از شما. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، امیدوارم که استفاده کرده باشید از این گفتگو با جناب دکتر سیروس آموزگار. و اما مطلب کوتاهی که اگر به من بگن چقدر فرصت دارم من تنظیم بکنم، ندارم هیچی، یه دقیقه هم ندارم. ای بابا یه دقیقه، خیلی چونه میزنیم ماجر دور. حضورتون عرض کنم که خبری شنیدیم که آقای جنتی امیرالمومنین رفته بالا منبر و داد و هوار که آقا اگر که این کسانی که در حصر هستن مهر جمهوری اسلامی نبود و عطوفت اسلامی نبود، اینها باید اعدام می شدن و هی مرتب از اعدام حرف زده. از اون طرف هم دختر آقای موسوی گویا، من نقل به مضمون می کنم، یک اطلاعیه داده و افشا کرده که این موجود چه همون ماجرای حافظ هست که میگه واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. اینها فرزندی داشتن که این فرزند در این مسائل عقیدتی و این قضایا به هر حال به دست جمهوری اسلامی کشته شده و فرزندی از اون باقی مونده که نوه این موجود میشه و اینها این نوه رو بزرگ میکردن و در همسایگی همین دختر خانوم و آقای موسوی و خانومش بودن. اینها مرتب صدای این بچه رو میشنیدن که در اثر کتک خوردن از این دوزخی و خانومش فریادش به آسمون بلند بوده و همینطور این بچه رو اینا زجر میدادن. کسانی که در این حد از شقاوت و قساوت قرار بگیرن چطور میشه ازشون انتظار داشت که برای بهبود حال مردم کمک بکنن و حضورتون عرض کنم که مهر داشته باشن، برای پیشرفتشون فکر کنن. اینا فقط قتلو 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 و بالاخره تا ببینیم چه خواهد شد. من از پیمان، از غزاله تشکر میکنم، از شما دوستان عزیز که این برنامه رو دیدید، از افشار. امروز تیم اداره کنندگان خیلی زیاد شده در اتاق کنترل و همشون دارن روی این برنامه کار میکنن و تا درودی دیگر، بدرود. کتاب گویا، توپ مرواری، رزمناو قرطاجنه و کاشف ینگ دنیا معروف به کلمباباد، از بس که توش کسافت کاری کردن مبدل به بزناو گردید. آنقدر در آن اشربه و اطعمه و اطخنه صرف شد و لهو و لعب و سحق و ملامسه انجام گرفت که ریغ ملوانان محترم در آمد، به طوری که اگر از بالا دماغشون رو می گرفتی از پایین جان به جان آفرین تسلیم می کردن. حالا دیگه چه درد سرتون بدهم، همین که رزمناو قرطاجنه بعد از 7 هفته مسافرت کنار لیسبون کرسی‌نشین پرتغال که آن وقت مردم از روی نفهمی و بی‌اطلاعی از علم شریف جغرافیا این کشور را لوزیتانیا می‌نامیدند، لنگر انداخت. سرنشینان آن هم چنان مستان تافه در هم میلولیدند و به زبان بی‌زبانی می‌قولیدند خوش باش دمی که زندگانی این است.